آقای مشیری سلام. درود بر شما دوست گرامی آقای فروزنده، سلام می‌کنم خدمت هموطنان بینندگان برنامه‌های شما. ممنونم که قبول کردید امروز در خدمتتون به تاریخ تشیع در واقع بپردازیم و نگاه کنیم ببینیم که این نگهبانی کعبه، این مرکز نگهداری بت‌های اون منطقه عربستان، بالاخره چه عواقبی داشت و فرزندان عبدمناف هر کدومشون چه راهی رو رفتند، رقابت‌هایی که بر سر پرده‌داری خانه کعبه بود، نگهبانی خانه کعبه بود و خلاصه رسیدیم ما به اسلام، دوران محمد و بعد از محمد، و اینکه ناگهان در میان این زد و خوردها در زمانهای مختلف مذهبی به نام شیعه پدید آمد در جهان اسلام. ما در خدمتتون هستیم. نمیدونم از شما از کجا میخواید شروع بکنید بحث. بله آقای فروزنده، خدمت شما عرض کنم این تشیع مثل یک پارازیت بوده واقعا. حالا ما اگه بخوایم قضایا رو به درستی درک کنیم، یک تصویر عمومی بایستی از زندگی اعراب، وضعیت مکه و مدینه، همین نامی که شما بردید، خانواده عبدمناف، قصی ابن کلاب، اینها رو باید بررسی بکنیم تا بعد معلوم شود که این از کجا پیدا شده واقعا. این اندیشه تشیع در واقع تشیع امامیه. شما میدونید که ما انواع اقسام تشیع داشتیم و اینها. اذن بفرمایید ما یک نگاهی بکنیم به اون روزگار که چگونه بوده است، روزگار اعراب و وضعیت مکه و در مدینه چه خبر بوده، این اسلام چگونه به وجود آمده، و یک زمینه ای تا برسیم به داستان عرض کنم که رحلت رسول و پیدایش گروهی که اصطلاحاً شیعیان گفته می شود. خواهشون. بله، عرض کنم که این جایی که ما امروز عربستان می نامیم در ادبیات قدیم ایران جزیرة العرب گفته می شود. فردوسی چون کلام خیلی ثقیل بوده و عربی، اصطلاحاً دشت سواران نیزه گذار اشاره میکنه. جایی بوده است در واقع عرض کنم که به واسطه وجود این بادیه‌های خالی و ریگ روان و به قول سعدی مثل تفته روی زمین زافتا، هرگز مورد تهاجم جهانگیران واقع نمیشد، به جهت اینکه جایی نبود، چیزی نداشتن اینها. اینها دو نوع مردم بودند، بخش اعظم اینها صحراگردان بودند و از این سو به اون سو حرکت می‌کردند برای نگه داشتن از کنم احشامشون که عمدتاً شتر بوده. در واقع ما اگر بخواهیم این اسلام رو بشناسیم و اعراب رو بشناسیم، این شتر رو باید در نظر داشته باشیم. مهمترین عنصر در زندگی روزگار قدیم عرب شتر بوده، کمایی که در زندگی ایرانیان قدیم هم اسب بوده، اما در واقع دو نوع مختلف بوده، چون اسب هیچ فایده اقتصادی نداشته، سعادت خرج زیادی هم داشته. باری اینها شتران را از این سو به اون سو حرکت میکردن. بنابراین این سرزمین جایی نبود برای تولید مدنیت، هرگز مدنیتی در اونجا تولید نشده بود، و فزون بر این صحراگردان بیچاره از کنم ما دو شهر میشناسیم در اونجا در روزگار قدیم. حالا بگذاریم که یک مدنیتی در یمن، حمیر و سبا ایجاد شده بود که اساسا ربط به این اعراب هم نداشت، اونها آدمای دیگری بودن. باری این دو شهر مکه و مدینه، مکه در جنوب و سر راه در واقع تجاری قرار داشت و مدینه به طرف شمال، عرض کنم با فاصله از دریای سرخ، و این اهل مدینه بیشتر زندگی، اهل مکه بیشتر زندگیشون از عرض بکنم که خرید و فروش گرفتن همین عوارضی که از کاروان ها به دست می آوردن می گذشت. چون کاروان ها از در واقع وقتی کشتی ها از راه دور می آمد، کشتی های تجاری در یمن تخلیه می شد و از اونجا بر شتران اینا می گذاشتن و در واقع از مکه عبور می کرد، از کنار دریای سرخ یا بحر احمر به شام می رفت و از اونجا به اروپا و یونان و جاهای دیگه، و این ادامه داشته برای هزاران سال. اینها این کار رو انجام میدادن و این زندگی اهل مکه مکه بوده. مدینه وضعیت دیگری داشته. مدینه در واقع محل زندگی دو قبیله عرب اوس و خزرج بوده و یهودیان و تعدادی مسیحیان. در واقع حدود 50 تا 55% اهالی مدینه رو
یهودیان گزارش کردند که اینها قبایل مختلف بودند، از روزگاران قدیم آمده بودند، در دیگه عرب شده بودند در واقع و اونجا زندگی می‌کردند. باری در این مدینه است که این کعبه وجود داشت و این کعبه بزرگترین، عرض کنم که، و زیارت‌های بت ها بزرگترین حرکت فرهنگی اعراب بوده. اینها 360 بت داشتند. یک بار دیگه در برنامه شما از لات و عزا و مناف و عرض میکنم سایر بت ها و اینها نام بردیم و عرض کنم در باب اینها صحبت کردیم. بنابراین اونجا در واقع تولیت این خانه شغل مهمی بوده. عرض کنم که خب درآمدی هم حتما داشته، کما این که تولیت مکه امروز عرض کنم که حدود بر 30-40 میلیارد دلار درآمد برای عربستان داره. در اون روزگار چنین نبود، به این وجه نبود. اینها اعراب می اومدن، خیلی براشون اهمیت داشت که بیان در اونجا زیارت بکنن و عرض شود که بت‌ها رو تکریم بکنن و بعد در همون ماهایی که می اومدن برای زیارت در اونجا خرید میکردن. اینا 4 ماه ماهای حرام داشتن. در این ماهای حرام در واقع شمشیرها رو به یک جای میذاشتن، در روزگار صلح و دوستی میشد، میآمدن خرید میکردن، شعرا شعر میگفتن، بهترینش رو به دیوار کعبه میآویختن. بر روی هم عربستان یک جای آزادی بوده به لحاظ نگرش های دینی. هر کسی در هر جایی مورد ستم واقع میشد و اینها میآمدن به عربستان. بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم اندیشه های یونانی، اندیشه های هندی، اندیشه های ایرانی، مسیحی، یهودی در اونجا بود. کسی به کسی کاری نداشت. در واقع این اعراب ضمن که مردمان فقیر بودن و به عادت صحرانشینان، عرض میکنم اینا اهل دزدی و غارت هم بودن که این عادت صحرانشینان بوده، اما آدم های بزرگ هم به اینها بود. این تصور که اینا جاهل بودن و دوران جاهلی و اینها، ما معنیش رو واقعا نفهمیدیم. مقصود چیست؟ یعنی اسلامیون برای این که نشان دهند جهان به برکت اسلام منور شده، مرتب این دوره پیش از عرب رو، پیش از اسلام رو دوران جاهلی گفتن. ما هم مثل یک شربت و گوارای هرچه ما گفتن شنیدیم، در حالی که ما بنده هنوز نفهمیدم میگن جاهلی. حالا بعد از اینکه اسلام آمده چه چیزی رو جانشین اون جاهلی کرده؟ به گمان من جهالت 1000 برابر با آمدن اسلام بیشتر شده. حداقل اینها مردمان بلند نظری بودن، بین اینها آدمهای فرزانه بسیار بود، اینا مردمان دلاوری بودن، میآمدن اونجا به کار دین کسی کاری نداشتن. کما اینکه 360 بود که بوده، هر بودی مال یه قبیله بوده و ما اختلاف دینی و مذهبی و بحث دینی و مذهبی در اونجا سراغ نداریم، تا چه رسد به آدم کشی برای دین و مذهب و اینها. بنابراین یک نوع از میکنن دموکراسی قبیلگی از لحاظ سعی سردی که لازمه دموکراسی حداقل در اونجا بوده. حالا بنده عرض کنم که دموکراسی بوده، اما حداقل اینا کسانی بودن که محترم می‌داشتن عقیده دیگران رو. برمیگردیم سر این موضوع، عرض کنم که حالا این نکته رو من فراموش نکنم که میگوین جاهلی جاهلی جاهلی. آقای فروزنده، چون من نگاه کنیم بزرگترین شخصیت‌های اسلام همون کسایی بودن که پروردگان جاهلی بودن. یعنی از خود محمد بگیری، ابو طالب، نمیدانم علی، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، تمام شخصیت های بزرگ اسلام که نظیر اینها دیگه پیدا نشد، اینا همه پروردگان روزگار جاهلی بودن. پس جاهلی نبوده، در واقع جاهلی نبوده، فقر بوده، اما به وجهی که این اسلامیون میگوین جاهلی بوده. آقا چه بود که جاهلی بودن؟ میگه موسیقی گوش میکرد. آقا چه بود که جاهل بودن؟ آقا اینا شراب میخوردن. چه بود که جاهل بودن؟ قمار میکردن. توجه میفرمایید؟ بنابراین این برچسب جاهلی که زدن به، عرض کنم، اعراب اون روزگار، به نظر من یک برچسب، عرض کنم که، بیدادگرانه است. اینا مردمان آزادی بودن، سرزمین فقیری داشتن، آدمهای بزرگم بین اینها بوده، آدمهای متفکرم داشتن، شاهزادگان داشتن، مراودات با دربار ایران داشتن، مراودات با دربار امپراتوری روم داشتن، مردمان آزادی بودن. و این کعبه مهمترین جای در واقع وقای فرهنگی بوده. این است که عرض کنم که آمده است و قصیب کلاب که جد بزرگ همین دوستان باشه، آمده است و عرض شود که با نیروی که به کار برده توانسته پرده‌داری رو بگیره و بعد به عبد مناف میرسه. ما بچه که بودیم گمان میکردیم این یزید و این معاویه و اینهای آدم های شاهداری بودن،
طوری که آخوندهای شیعه به ما گفته بودن، اینها از کرات دیگه آمده بودن، در حالی که اینها همه فرزندان عبدمناف بودن. این بنی هاشم و بنی امیه اینها بچهای عبدمناف بودن. ما میگوییم علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف. از اون سو میگوییم معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدمناف. یعنی اینا بچه های یک پدر بودن، اینا قوم خویشان بودن. و این عرض کنم که قریش طبری میگوید چهار قومگاه بودن، عرض کنم بنی امیه و بنی هاشم و عرض کنم که بنی زهره نام برده و یه قبیله دیگر. اینا بنی هاشم و بنی عرض میکنم امیه، اینا عرض شود که با هم پسر عمو بودن. و البته یک رقابت و حسادتی و سر این ماجرا از روزگار همین عبدشمس و اینها پیدا شد که ادامه داشت. در واقع یک کینه عرض کنم که قبیلگی از روزگار قدیم بود، تا اینکه عرض شد که این یک کسی از بنی هاشم ظهور میکنه و من پیغمبر هستم. اولین کسانی که اینو نفی کردن و انکار کردن پسر عموها بودن. اینها به هر صورت یک حسادت های بین اینها بود، یک رقابت های اینها بود و این کین کشی و دشمنی قبیلگی که در روزگار پیش از اسلام بوده ادامه یافته است تا روزگار عباسیان. و اصلا بعض اوقات ما خیال میکنید که اینها بر سر اسلام بوده، دشمنی یزید با حسین یا حسین با یزید، نه، اینها یک چیزای قبیلگی قدیم بوده. بعد یک کسی از بنی هاشم پیدا شده است و مدعی پیغمبری شده که بله من اصلا که از آسمون ها جبرئیل میاد و کتاب قرآن و شروع میکنن به دعوت. دعوت که میکنن در این 13 سالی که در مکه هستن کسی توجه نمیکنه، نهایتا 60 تا 70 نفر بیشتر مسلمان نشده. اینجا یک دروغی هست که یکی از پایه های شیعه هست و باید بود اشاره کنیم، و اون این که همواره ملاهای شیعه ما گفتن اولین مردی که به اسلام گرایید علی بوده، در حالی که این سخن دروغ و نادرستی است. علی یک طف بیشتر نبوده، خان شاگرد محمد بوده. ابو طالب در روزگاری دچار فقر میشه. ابو طالب مرد بزرگ همین خاندان، بسیار مرد شریف و بزرگواری بوده، مورد احترام بوده، روزگار دچار فقر میشه. و عادت عرب این بوده است که در روزگار بیچارگی یکی از خویشان عده می آمدن یکی یک طفل رو می بردن که مخارج اون مرد کم بشه. اینها میان و ارسلان که بچه های ابو طالب رو ببرن، می گوید این عقیل رو بگذارید بقیه رو ببرید. علی رو هم حضرت رسول علی رو آورده، بچه بوده، کودکی بوده. در روزگاری که حضرت رسول ادعای پیغمبری کرده ایشون 8-9 ساله بیشتر نبوده، یعنی یک طفل صغیر تحت سرپرستی محمد بوده. بنابراین این سخن دروغ هست. صحیح آن است که بگوییم نخستین کسی که به اسلام گرایید و مسلمان شد ابوبکر بوده، ابوبکر صدیق بوده، خود اون مرد بزرگی بوده. میگوید جلساتی که ابوبکر داشت بیشترین بود از کسانی که دارای یک معرفتی بودند و برای اعراب سخن میگفتن. خود حضرت رسول از شنوندگان ابوبکر بوده و خود اون میگوید که من اسلام رو به هر کسی که ارائه کردم اندکی فکر کرد به جز ابوبکر، که من اومدم در کوچه دیدم ابوبکر بیاد منزل من که مسلمان بشه. بنابراین نخستین ادعای شیعه ادعای باطلی است که علی نخستین مردی است، میتوانیم بگویم نخستین طفلی است که مسلمان شده و هر صورت در خانه ایشون بوده و اونجا بزرگ شده. این نخستین چیزی است که بعد در شیعه خیلی اهمیت پیدا میکنه از جمله فضیلت های علی. بودن اون نخستین کسی است که مسلمان شده و این درست نیست، این طفل بوده، در طفل 8-9 ساله بوده. ابوبکر صدیق که مرد بسیار محترم و بزرگی بوده در مکه، همون پرورده جاهلی و غلاخونده ها، ایشون اولین کس بوده. بعدش از 70 نفر ابتدا فرار میکنن، بعد مهاجرت میکنن، وارد مدینه میشوند. طبق قراردادهایی که بسته بودند و ابو طالب سرپرستی کرده بود این دو مورد رو، وارد اونجا شدن. وقتی که وارد اونجا شدن، در واقع اونجا دو قبیله اوس و خزرج رو داریم. یک مرد بزرگی اونجا هست، سعد ابن عباده، که این خود ادعاها داشته و مردم به او احترام بسیار داشتن. ایشون هم مسلمان شده و رفته رفته در واقع پس از اون که غنیمت آزاد شد، تعداد عرصبت که مسلمانان فزونی گرفته، چون به هر صورت اینها تعداد قارتگر هم در اطراف اکناف عرض کنم که همین مدینه وجود داشتن. وقتی که معلوم شد که آقا
این غنایم آزاد هست، حلال هم هست، چیز خوبی هم هست، همه یک جا جمع شدن و شروع کردن البته به راهزنی. و در اینجا باز کسی که مقابل از کنم که اسلام ایستاده بود همین ابو سفیان بود که پرده‌داری کعبه رو او گرفته بود در مقابل تشکیلات از کنم که از مدینه حمله می کردن. و بعد هم که البته مسلمان شدن چون دیدن فایده داره، ابو سفیان و دار و دسته همین عرصبت خانواده این هم به اسلام گراییدن. و بعد ما می رسیم به سال دهم از هجرت که رسول فوت شده. از اینجاست که داستانها شروع میشه. وقتی که محمد فوت شده است، رحلت کرده است به قول مسلمین، در اینجا بر سر جانشینی اختلافات شده. حالا یک دروغ بسیار بسیار بزرگی که حتی خود آخوندهای شیعه هرگز جرأت نمی کنن بگن واقعه قدیر خم، داستان حدیث قدیر خم هست که این در شیعه یک ستون بسیار محکمی شده است و می دونید که برای جشن می گیرن و سر صدا می کنن و اشعار می گویند از این داستان ها. و این راجع است به ماجرای حجۃ الوداع، چون این حج هایی که محمد می کرد معمولا عمره بوده، یک حج با در بله عرض کنم که این واقعه قدیر خم عرض شود که یکی از مهمترین ادعاهایی است که شیعیان کردن و مطلقا و ابدا چنین چیزی در تاریخ ها گزارش نشده و از میان مورخین جز یعقوبی که مورخ شیعه است هیچ کس از مورخان بزرگ اسلام این اشاره نکرد. البته یک واقعی بوده است بدین وجه که وقتی که حضرت تشریف می‌بردند برای آخرین حج، حضرت علی علیه السلام رو فرستادن برای غارت و عرض کنم یک جایی در یمن. ایشون رفته هر کاراش کرده غارت کردن و جمع کردن و گفتن هیچ کس به این غنایم دست نزنه، من بر می‌گردم. بعد تعدادی شتر با خودشون بردن که رسول قربانی کنه. پرسیدن سپاه چی شد؟ گفتن که من منتظر دستور شما هستم که چه بکنیم. در حالی که دستور صریح اسلام این بود که وقتی شما جای غارت میکنی غنیمت به دست میآورید، یک پنجمش رو میفرستید برای رسول و از هرچی باقی ماند به نسبت یک سوم و دو سوم تقسیم میکنید بین پیاده و سوار. این است که مولا علی این کارو نکرده بود و آمده بود و یک نگهبان گذاشته بود برای این غنایم. وقتی برگشته دیده که همه اینها تقسیم کردن خودشون و پوشیدن، چون عرب برای غارت می رفتن. آقای فروزنده، هیچ عربی من نمی‌شناسم برای دین به جای رفته باشه. حتی در موضوع جنگ حنین که آخرین جنگ بزرگ است و چندین هزار شتر به سرقت رفته و گرفتند، حضرت چون ابو سفیان از مسلمان شده بود در همین فتح مکه بوده، بعد از فتح مکه فکر می‌کرد که این در واقع ضررها رو ابو سفیان رو جبران بکنه. اینه که تردید و تعلل داشت در تقسیم، ریختن اساش و عباش و زندگیش رو بردن که آقا ما اومدیم اینجا برای سرقت، شما چرا تقسیم نمی کنی؟ و بعد هم که ایشون تقسیم کرده و صد شتر به ابو سفیان داده و پسرانش، در واقع انصار رنجیدن و قهر کردن که اساسا جدا بشوندن از اسلام و بر این شدن که آقا ایشون قوم خیشا خودش رو دید ما رو فراموش کرد. بعد ایشون رفته سخنرانی کرده و اینها رو برگردونده که من دلم میخواست که اسلام رو در دل ابو سفیان شیرین کنم، اینه که بیشتر شطرها رو دارم بشون. بنابراین صبر نمی کردن این اعراب که علی برگرده اینها رو تقسیم کردن. وقتی باز رفته اونجا دشی بردن اونجا، دید که این غنایم تقسیم شده، به زور و با خشونت اینها رو از دست اعراب گرفته و آمده پیش محمد. این است که این گروه زیادی که با ایشان بودند در این سفر جنگی با علی بسیار بد بودند و هنگام مراجعت پشت سر او حرفهای زشت می‌زدند، فحش‌ها می‌دادند. پیغمبر هم شنیده. این است که در یک جای گفته آقا من کنت مولاها فهازا علی مولا، یعنی هر کی منو دوست داره منو سرور خودش می‌دونه، این علی رو هم حواستون باشه. این به عنوان این که آقا اینشون جانشین منه مطلقاً و ابداً به ذهن هیچ کس از مسلمین نرسید، وگرنه محال بود که این همه شاهد عینی باشن و ایشون ده فرمان بدهد که آقا بعد از من علی جانشین من. چون ایشون تعارف نداشت، همواره قرآن رو سخن بیان و آشکار گفته، چیز تفسیر پذیری نمیگفت ایشون که بیاد بگه غیر مستقیم که بعد تفسیر بشه. و اگر چنین چیزی ایشون فرموده بودن محال بود که مسلمین تن بزنن و علی رو خلیفه نکنن. این است که این یک واقعه‌ای بوده
عرض شود که به خاطر این که و خود رسول فرموده است هر جا علی رو میفرستیم خشونت میکنه، این است که این مایه اون سخنی است که در باب ایشون گفتن که خیلی هم مشهور هست. مولانا هم یک بخشی از کتاب خودش رو در مثنوی به این معنی عرض کنم که تخصیص داده. باری بر میگردیم سر فوت پیامبر، اینا اونجاییست که در واقع اولین شیعیان که عرب بودن به وجود آمد. در موضوع رحلت رسول علی و عباس اینا مشغول شدن به کفن و دفن، سایر دوستان جمع شدن در یک جایی به نام که اصطلاحا سقیفه بنی ساعده پیداست، یک صفی بوده مربوط به خانواده ساعده، در واقع پسران ساعده، فرزندان ساعده، سقیفه میگوین، حدیث سقیفه یا واقعی سقیفه بنی ساعده. در اونجا در واقع مشاجره افتاد بین انصار و مهاجرین بر سر موضوع خلافت. انصار بر این بودن که ما محمد رو راه دادیم، شما او رو بیرون کردید، ما جانهای خود رو و شمشیرهای خود رو در راه اسلام گذاشتیم و ما کاندیدای خود رو داریم و سعد ابن عباده اونجا نشسته بود. و اما در واقع مهاجرین بر این بودن که نه خیر، ما از محمد از قریش هست و قریش بایستی حکومت بکنه و غیر از قریش کسی حکومت نکنه. و اتفاقا همینجور هم شد، یعنی از روزگار عرصبت که ابوبکر تا روزگار آخرین خلیفه عباسی در بغداد قریش بودن که حاکم بودن، گیر بقیه چیزی نیامد جز قارت ها و عرض کنم که اونچه لازمه در واقع مبارز بودن بودن اون روزگار. این است که در این حیث و بیست هست که عرض کنم عمر دست داده با ابوبکر. ابوبکر مرد بزرگی بود، صاحب سن و سال بود، نام نیکی داشت، کشتاری نکرده بود، عرض کنم که زندگیش رو صرف اسلام کرده بود و ما در بعضی این آثار متصرفین میبینیم که به او اقتدا میکنن که اون کسی بود که از اموال خودش گذشت و دل در راه خدا نهاد. از اینجور صحبت ها و تفسیرهای صوفیانه در باب ابوبکر این است که آمدن و در واقع با ابوبکر بیعت کردن. از همین جاست که اسلامیون مسلمانان به چهار گروه تقسیم شدن. یکی علی که نبود و در بابش صحبت خواهم کرد، یک گروه عثمانیان میگفتن، شیعیان عثمان، اینها هم تردیدها داشتن، تردید میکردن که حالا رأی بدهن یا ندهن. یک گروه هم به رواق ابوبکر رأی داده بودن. تا اونجایی که به حضرت علی مربوط هست، ایشون آمد و گفت حق ما رو خوردید، ما هم حقی داشتیم و شما نبایستی که این خلافت رو از خانواده او بیرون ببرید. و به طوری که تاریخ ها نوشتن ایشون آمد بعد از این که با ابوبکر بیعت کرده بودن حرام، حضرت فاطمه رو سوار یک چارپا کرد و از این سو و اون سو طلب کمک میکرد. اعراب هم به احترام حضرت فاطمه میگفتن ای کاش زودتر گفته بودید، ما در امر خلافت به شما کمک میکردیم، چنین و چنان میکردیم. اما ابوبکر مرد بزرگیست و خلیفه مسلمین هست. این است که بنابر اون چه نوشتن که البته اختلاف فاطمه با ابوبکر بر سر قریه فدک هست. اینا مسائل مهم تاریخ شیعه هست. جناب مشیری قبل از اینکه جلوتر برین من میخوام یک واژه رو شما اینجا تعریف کنید، چون تعریف این واژه بسیار مسئله اساسی و کلیدی است. بله، کدوم واژه؟ شیعه یعنی چی؟ آیا شیعه یعنی همین چیزی که ما ازش میشنویم میدونیم امروز، یا نه معنای گسترده تری داره و از کجا پیدا شده در تاریخ اسلام؟ بله بله، عرض میکنم که ابن خلدون اولین کسی است که این کسان دیگر هم البته این لغت رو تعبیر تفسیر کردن. شیعه به معنای پیرو هست. هر کسی پشت سر کسی بیفتد از او پیرو بکند، میگفتن این پیرو به اون شخص هست. کمان که ما در اون روزگار شیعیان عثمان داشتیم، شیعیان معاویه داشتیم و شیعیان علی. اما طرفداران خانواده نبوت و پیروان عرض کنم که علی ابن ابی طالب اونقدر اصرار ورزیدن که این شیعه که یک در واقع اسم خاص نبود تبدیل به اسم خاص شد. مثل فرض کنید واژه مثنوی. مثنوی یعنی دوتایی. ما در تاریخ ادبیات ایران مثنوی بسیار داریم. بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی و
بسیار. اما این مثنوی مولانا اون چنان مثنوی کردن که امروز وقتی میگوییم مثنوی تبدیل به اسم خاص شده. شیعه هم وقتی ما امروز میگوییم شیعه، نظر ما به شیعه امامیه است، یعنی همین گروهی که 12 امام رو قبول دارن و منتظر ظهور عرض کنم که حضرت قائم هستن. به عبارت دیگر شیعه کلامی بوده است در عرب که به خیلی کسان گفته میشد، اما بعدها خاص در واقع گرایندگان به خانواده رسول و در واقع حکومت فرزندان علی است. مثل که خود ما ایرانی ها امروز شیعه هستیم، در واقع 90% ایرانیان شیعه هستن. اما در اون روزگاری که این قضا اتفاق می افتاده می گفتن شیعیان عثمانی، شیعیان علی و شیعیان معاویه، یعنی پیروان در واقع. این است که ابن خلدون عرض کنم که به تفصیل در این باب سخن گفته و برای ما معلوم کرده است که این لغت چه معنی داشت و بعد داره چه معنی شد. در اون موضعی که ما صحبت میکنیم عرض شود که 7-8 نفری اینها به علی گرایش داشتن، بیشتر هم نبودن. یعنی اون چه این عرض کنم که علمای شیعه گفتن در باب کسانی که میخواستن علی حاکم بشود، اینها بین 3 نفر تا 7 نفر بودن و نام هاشون خیلی مشهور هستن. یکی مقداد هست، یکی سلمان پارسی است، یکی عمار یاسر هست، ابن عباس هست، یکی 2 نفر دیگه. این است که طرفدار زیادی این مرد نداشت و وقتی که عرض شد که بعد از 70 این رو عرض میکردم بر سر موضوع فدک، حضرت فاطمه خیلی مخالف ابوبکر بود و نمیخواست حضرت علی در واقع بیعت بکنه. این قریه فدک یک ده بسیار آبادی بود نزدیک خیبر. وقتی که مسلمان را رفتن اونجا رو گرفتن و بعض یهودی ها رو کشتن، بقیه را به بیگاری گرفتن، این قریه رو پیغمبر گفت مال منه، به جهت اینکه کسی اونجا لشکرکشی نکرده، از متعلقات املاک در واقع یهودیان بوده است در خیبر. بنابراین ایشون میگرفت و خرج میکرد. و بعد که عرض شد که پیغمبر رحلت کردن، حضرت فاطمه مدعی این بود. ابوبکر هم یک حدیث آورد و گفت که پیغمبر گفته است که از پیامبران ارث باقی نمیماند بلکه صدقه میماند، بنابراین این مال مسلمانان هست و به شما نمیدیم، و نداد. ابوبکر نداد و این داستان فدک تا روزگار مأمون ادامه داشته. بعضی از این حاکمان عرب این رو میگرفتند، بعضی میدادند. سرانجام در روزگار مأمون آمده است یک سند صادر کرده، دادتش به اولاد علی. این است که دشمنی حضرت فاطمه با ابوبکر بر سر قضیه فدک. و 75 روز بعد از پیغمبر فاطمه زیسته و بعد فوت شده و بعد علی رفته است به خدمت ابوبکر. ابوبکر میگریسته بعد از اینکه دیگه علی بیعت نمیکنه، رفته سر منبر. طبری بابا چنین میگه و سایر مورخین که آقا بیان فصل کنید با من، من نمیخوام این شغل رو. و مردم هم گریه میکردن که آقا تو شیخ کبیر هستی، ما به تو بیعت کردیم چه این و چنان. و بعد علی بعد از 75 روز رفته و بیعت کرده با ابوبکر. در اینجا عرض شد که یک کلام خیلی مشهوری است از سلمان فارسی، میگوین به زبان فارسی گفت کردید و نکردید. این کردید و نکردید سلمان خیلی مشهوره، یعنی کردید، یعنی یک کسی رو انتخاب کردید، مرد خوبی است ابوبکر، اما نکردید، یعنی این که اون کسی رو که ما دوست داشتیم و میبایست انتخاب نکردیم. این است که شیعیان در واقع همین تعداد نخستین آدمایی بودن مثل سلمان و مقداد و عمار یاسر و اینها که دوستداران در واقع حاکمیت و خلافت حضرت علی بودن. اینا اولین شیعیان هستن و این فکر عربی بوده در واقع. و بعد ما بعد از این دوره هر شبت که میرسیم به حکومت عمر و باز علی کاری نیست. زمانی که عمر زخم خورده توسط یک ایرانی و سر اون جنایاتی که عمر کرده بود در مرزهای ایران، آمده است و 6 نفر رو انتخاب کرده که بین اینها به یک وجه خاصی که اون معلوم کرد انتخاب کرد. اگر تو گفت که اگر که اینها یکی عبدالرحمن ابن عوف بوده، سعد ابن ابی وقاص بوده، طلحه و زبیر بودن، عثمان و علی، آمده است گفته است که آقا از این 6 نفر یک نفر رو خلیفه کنید و اگر این گروه مساوی شدن 3-3، حق با کسی است که عبدالرحمن ابن عوف در اونجاست، و اگر که عرض کنم که به 2 نفر رسید، اون موقع مسلمانان انتخاب بکنن. یه همچین داستانی.
و اگر کسی از این گروه مخالفت کرد و بقیه اون رو بکشین 40 نفر هم مأمور کرده و بنا به اون چه مورخین آوردن اینجا دوباره بیچاره علی از فرط سادگی مشهور است که عمرو بن عاص او رو فریب داد و بعد از سرعت به پیش عثمان رفت چون اینا باقی موندن این دو نفر در واقع دیگران رأی رو دادن به این دو تن در واقع کاندیداها یکی علی بود یکی عثمان که عثمان از بنی امیه است همونطور که مطلع هستین از سرعت که در تاریخ بلعمی که ترجمه طبری است میگوید که این عمرو بن عاص که خداوند نیرنگ بود و خداوند سیاست بود رفته پیش عثمان گفته عثمان من به تو خیلی ارادت دارم گفته بله میدونم گفت فردا این عبدالرحمن ابن عوف تو رو خواهد آورد و از تو خواهد پرسید که ای عثمان حاضری که در واقع احکام قرآن و سیرت اون دو شیخ رو از فردا اجرا کنی بگو بله قربان من حاضرم بعد رفته پیش علی گفته ای علی میدونی من به تو خیلی ارادت دارم فردا شما میل زیادی نشان نده اگه از تو چنین سوالی رو کرد بگو بعد راجبش فکر بکنم اینا داستان هاست در اطراف این قضیه حالا ما نمیدونیم تا چه میزان صحت داره اما نتیجه کار معلوم هست فردا که مسلمین جمع شدن در مدینه ببخشید در مسجد عبدالرحمن آمده و عثمان رو صدا کرده ای عثمان بلند شو عثمان بلند شد و گفته است آقا حاضری که چنین کنی و از فردا امور مسلمین رو قاطعانه در دست بگیری بله قربان بعد گفته ای علی تو هم چطور گفت من باید راجعش فکر کنم گفت خیلی خوب ما اینجا دو نفر داریم که یکی حاضره همین الان همین از هم اکنون حاضره که امور مسلمین رو قاطعانه اداره کنه یکی میخواد فکر کنه آمدن و با عثمان دستن دوباره اینجا عرض کنم که علی به خلافت نرسید و اینجا داستان این هست که اعراب به خاطر همین خوی بیابانی و اون دموکراسی خاص قبیلگی اینا اهل رأی بودن اهل رأی بودن یعنی میفهمیدن که یک عده‌ای که به یک نفر رأی میدهند بایستی به او احترام کرد و اون رو قبول کرد علی این چیزها رو قبول نداشت حضرت علی کرم الله وجهه میگفت که این خلافت حق خانوادشه و از خانوادش نگیرید یعنی به استبداد خانواده ایشون از بسیار علاقه داشت من مرتب هم هر شبت که ناله میکرد و حس طلبکاری داشت این مرد از خلفا که بله به ما ندادین حق ما چنین بوده حق ما چنان بوده و اینها و روزی که رفته با ابوبکر بیعت کنه اون ابو عبیده جراح که یکی از بزرگان اسلام بوده است بزرگان واقعا سرداران بزرگ میگوید ای علی تو جوان هستی اینها مردمان مجرب هستن نوبت تو هم خواهد رسید و چون نیک بنگریم در واقع حضرت علی عرض کنم حسن شهرتی بین عرب نداشت بسیار کسان رو کشته بود بسیار خانواده ها داغدار شده بودن اما کسانی مثل ابوبکر و اینها ملاحظاتی داشتن مردم اینها رو میشناختن به لحاظ سنی برتری داشتن این است که اون محبوبیت که ما گمان میکنیم شیعیان بین عرب ایشون نداشته خودش میگفته است من قتال العرب هستم و از این جور سخنان یعنی در روزگاری که روزگار جهاد بوده ایشون اندک زیاده روی کرده بوده باری ما میرسیم به روزگار عرصبت که عثمان که یک ماجرای خیلی عجیبی است در تاریخ اسلام کشتن خلیفه و بعد روزگار حضرت علی هست که در همان روزگار هم پسر عموی او معاویه در شام حاکم هست از روزگار عمر در اونجاست و ایشان اون چه اصرار کردن دوستداران او که آقا شما صبر کن ابن عباس میگوید تا یک سالی دیگر من این معاویه رو خودم میارم به خدمت شما میگوید شمشیر بین ما حاکم هست این است که لشکرکشی میکنه ایشون و هر شبت که اول که جنگ جمل به راه افتاد یعنی طلحه و زبیر رفتن پیش عایشه عایشه هم بسیار با علی بد بود اینا لشکر کشیدن و در نزدیک بصره اون جنگ جمل یا جنگ شتر اتفاق افتاد که بسیاری از مسلمانان اونجا کشته شدن بعد جنگ صفین اتفاق افتاد و در جنگ صفین هست که اون ماجرای حکمیت پیش آمد گروه جدیدی به وجود آمدن یعنی وقتی علی قبول کرد که عرض کنم که دو حکم معلوم بشوند که در واقع ابو موسی اشعری از اون سو بود و عمرو بن عاص از اون سو گروهی از اونجا بیرون آمدن و گفتن ای علی تو کافر شدی به جهت اینکه خلافت تو خدا تو رو خلیفه کرده بود و تو امر خدا رو زیر پا گذاشتی بنابراین تو کافر شدی و بایستی توبه کنی و دوباره مسلمان بشوی
این گروه رو خوارج میگوین. ببینید ما همینطور که گام به گام پیش میاییم داره انشعابات در اسلام رخ میده و میگوین حدیثی هست از پیغمبر که میگوید نصارا به 72 شعبه و دین من به 73 شعبه، که البته بعض مفسران گفتن منظورش همون 72 شعبه هست و حافظ میفرماید جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زده. بینندگان ارجمند، در ادامه برنامه این ساعت نسیم شمال در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، در زمینه تاریخ تشیع با هم داریم صحبت میکنیم و خلاصه رسیدیم به اونجایی که پایان خلافت عثمان، چگونگی به خلافت رسیدن علی ابن ابی طالب و بقیه قضایا. همینجا من میخوام قبل از که آقای مشیری شروع بکنند پرسش دیگری رو از خدمتشون مطرح بکنم. جناب مشیری، بر اساس توضیحاتی که شما دادید اینجور به نظر میاد که اصولا مذهب تشیع بر مبنای یک قدرت طلبی و جنگ قدرت در بین قبیله های عرب و فرزندان عبد مناف شکل گرفته و هیچ پایه دینی نداره خودش، نه به خاطر اینکه مثلا ابوبکر یا عمر مسلمانان خوبی نبودند، بلکه در اینجا ادعای دیگری برای حاکمیت به وجود اومده. یعنی از ابتدا یک مذهب نیست، یک حزب یا یک اپوزیسیون سیاسی در درون حاکمیت اسلامی بوده. درود بر شما، بسیار خوب گفتید آقای فروزن. اجازه بدید ما بحث تاریخ رو اینجا قبل از اینکه باعث ملال بینندگان بشه مطلب دیگری بیارم برمیگردم بحث تاریخ. خواهش. و اون این که من یک توصیه خدمت شما دارم و سایر هموطنان، و اون این است که اگر در یک کشوری غیر از ایران، چون از این 52 کشور اسلامی فقط ایران شیعه است، اگر گذرتان افتاد تقیه کنید، یعنی به فرمایش و فتوای حضرت امام جعفر صادق که فرمود کسی که تقیه نکنه از ما نیست، تقیه نفرمایید شیعه هستم. اجازه بدید من دو مورد تجربه خودم، یک مورد تجربه دولت آباری رو خدمت شما عرض کنم. ببینید شیعیان چقدر محبوبیت دارن در عالم اسلام. اولی که با یه خانم افغان صحبت میکردم حدود 20 سال پیش و اینا، از شبت ایشون اهل شمال افغانستان هستن بودن، یعنی حالا 20 سالیست که ما ایشون رو ندیدیم. ایشون پرسیدن از من که آقا شما مسلمان هستید یا قزلباش هستید؟ من در عمرم چنین چیزی رو نشنیده بودم. آقا قزلباش یعنی چی؟ مسلمان هستید یا قزلباش یعنی چی؟ اما بلافاصله مطلب رو گرفتم، فهمیدم که ایشون داره از من میپرسه شما مسلمانی یا شیعه ای. حالا قزلباش به جهت این که در روزگار صفوی، این عرض که روزگار شمشیر بود در واقع و به اجبار ایرانیان رو شیعه کردن، حالا بماند، یه کلاهی داشتن قرمز رنگ، قزل یعنی قرمز به زبان ترکی، باشم یعنی سر. بنابراین در افغانستان من متوجه شدم که قزلباش میگوین هنوز شیعیان رو، میگوید مسلمان هستی یا قزلباش. یعنی اون چه برداشت میشد از این عبارت این است که قزلباش جزء اسلام نیست، آقا مسلمان هستی یا قزلباش. بعد پرسیدم چطور؟ گفتن مختیار دارید. من یاد فتوای حضرت امام جعفر صادق گفتم من مسلمانم، من اصلا قزلباش نیستم. اینا گفت بسیار خوب بسیار خوب. گفتم چطور؟ گفت که این قزلباش ها مفکوره بسیار خراب دارن. این مفکوره هم در محاوره من اولین بار میشنم، ما ایرانی نمیگیم مفکوره خراب، مفکوره یعنی فکر. گفت فکرشون خراب این قزلباشه. گفتم چطور؟ گفت اینها در ماه محرم جمع میشن یا خودشان را تلواری میکنن. تلوار این شمشیرهای کوتاه، هم قمر رو در افغانستان تلوار میگن. گفت مغزشون خرابه، اینها این قزلباشا خودشون رو تلواری میکنن، یعنی به سر خودشون شمشیر میزن. این یه مورد. هر شبت که مورد دیگه این که در هندوستان یه کاری داشتیم با یه گروه مسلمان، یک دوستی معرفی کرده بود برای تایپ زبان فارسی که پاپونت اردو بود، بارها من مطلب گفتم. من از اون بقال سرگاه گفتم یا مسلمان ها چه مسلمانی هستن؟ گفت اینا حنفی هستن. ما وارد شدیم سلام علیکم و اینا، به معنی هم که سلام یه اخوت مسلمانی هست که خیلی محبت فوری جاری میشه و روبوسی و این حرف ها. گفت شما چجور مسلمانی؟ گفتم من حنفی هستم آقای فرزند.
خیلی خدا رو شکر کردن اینا. ما دیدم چقدر خدا رو شکر میکنن. گفت خدا رو شکر که شیعه نیستی. حالا در هندوستان که مسلمانان خیلی ملایمی هم داره. گفتم چطور؟ بعد اینا عربی هم بلدن، با هم عربی هم صحبت میکنن اینها. گفت که جماعت شیعه لا یتکلم الا بالغرض، یعنی این شیعیان سخنی نمیگوین مگر به غرض. اون یکی دیگری گفت که کلهم یعبدون قبور، یعنی اینا پرستندگان قبرها هستن. این دو تجربه من بوده. آقای دولت آبادی در خاطراتش میگوید که من با یک ایرانی دیگه عازم شام بودیم، میگوید که در این بیابان‌ها و نمیدونم دهات عراق ما مهمان یک عرب شدیم. خب عرب هم مهمان خیلی دوست دارن و در واقع در فرهنگ عرب در هم بیابان‌گردا میگوید اکرم و ضیف ولو کان کافرن، یعنی مهمان محترم است حتی اگر کافر باشه. ولی مثل که این داستان این شیعه مجموعش نیست. میگه که وقتی مبارز شدیم گفت شما شیعه که نیست، گفتیم نه آقا ما سنی هستیم. خب دولت آبادی مرد باهوشی بود، مرد دانایی بود. گفتیم این عربه شکر خدا میکنه. گفتیم آقا چرا خدا رو شکر میکنی؟ گفت به خاطر که من نذر کرده بودم قبل از اینکه بمیرم دو تا شیعه بکشم. شما که اومدی دیدم امشب نه جانشو دارم نه حوصله‌شو دارم. گفتم خدا کنه اینا شیعه نباشن، من مجبور شم اینا رو بکشم تو این حوصله. حالا خوشحالم که شیعه نیستی. و این داستانه عرض کنم که نفرتی اهل تسنن که در واقع سواد اعظم مسلمین هستن، فزون بر 1,200,000 نفر ما سنی داریم، یه شاید 200 میلیونی هم شیعه باشن. این است که ما باید فکر بکنیم چرا این که ماهی بگیم حق با ماست حق با ماست. خب اونا میگن حق با ماست. آخه این که نمیشود با ادعا. اساسا میخوام به شما عرض کنم که این داستان دین یه قضیه اعتباری است، یه قضیه نیشه قولی است به قول قدما. هیچ حقیقتی در هیچ کنم از اینها نیست. چون یک بنگری نه و مقصودی که نه حضرت محمد داروی سرطان رو کشف کرده خدمت به بشریتی بکنه، نه حضرت مسیح نمیدونم تا اون رو کشف کرد یا خدمتی یا قرص آسپرینی تولید کنه برای بشریت. اینا همه قضایای سابجکتیو و اعتباری هستن. حقیقت پیش هیچ کس نیست. هر کسی داره عقیده است و در واقع طریق انسانی و صحیح آن است که ما در ایران به عنوان مثال یک حکومتی بر پای باشد، حکومت مردمی که سیانت بکند از آزادی دینی مردم. هر کس بر یک دینی است. ما در ایران بی دین داریم، با دین داریم، شیعه داریم، یهودی داریم، بهایی داریم، زرتشتی داریم. اینها این که یک کسی چماق به دست بگیره بگوید که حق پیش من هست و دیگران بر حق نیستن، این بزرگترین اشتباه اهل دین بوده. آقا هیچ حقیقتی در هر دست هیچ کس نیست، چون اگر حقیقتی در دین بود همه به یک دین بودن. اگر خدای اسلام سرش از ابرها می آورد بیرون می گفت من الله هستم بقیه تقلبی هستن، لابد همه می آمدن و مسلمان می شدن. این است که اینها ادعاهای نیشه قولی است. آقای فروزنده هر کسی دینش محترمه برای خودش، حقیقت هم در نزد هیچ کس واقعا نیست. این که حافظ می فرماید جنگ 72 ملت همه را عوض منه چون ندیدن حقیقت راه افسن. تفسیر ما هماره این بوده که حقیقتی بوده اینها ندیدن در این ازیان، در حالی که ممکن معنیش این نباشه. میگه چون حقیقتی در هیچ کدام از اینها نبود اینها زدن به افسانه. این است که این دین یه قضیه کاملا سابجکتیوی هست. اینا حالا برمیگردیم سر داستان شیعه. شیعه عرض کردم مثل یه پارازیت ابداع و اختراع در دین بسیار نفرت انگیز. میگوییم اشهد ان علی ولی الله، یه چیز نفرت انگیزی است در گوش مسلمانان. آقا این از آنی است که رسول خدا بنیاد کرده و بلال حبشی اولین کسی بوده است این صدا رو به گوش دنیا رسونده. یعنی چی اشهد ان علی ولی الله؟ حالا در روزگار صفوی در اذان میگفتن از کنم که اشهد ان اسماعیل ذل الله. اینی که از نظر اهل تسنن، حالا برمیگردیم به بحث تئوریک شیعه و فلسفه سیاسی شیعه، معلوم میشه که چه میزان تفاوت با تنه اصلی اسلام داره. اساسا عرض کنم که به شیعیان به عنوان کفار نگاه میکردن در طول تاریخ، میکشتن. این که امام جعفر صادق میفرماید که کسی که تغییر نکنه از ما نیست، به جهت این کسی جرأت نمیکرد بگه من شیعه هستم، بسیار بسیار مورد نفرت واقع میشن در مسلمی. این است که این شیعه همونطور که شما اشاره فرمودید یک چیز برساخته است از دوستداران علی و این یک حرکت سیاسی بوده
در تصاحب قدرت و ایرانیان هم در واقع اون رو دامن زدن، به خصوص موالی. حالا من علت دیگرش عرض میکنم، یکی دو بار در موضوع شیعه من داستان خاتمی رو به عنوان مثال آوردم. ببینید موالی بسیار بودن، یعنی اسرای ایرانی و جایی گرفته بودن، بیچاره ها را بزرگان ممالک دیگر رو از اون از اینا در واقع بردگی میکشیدن. اینها طرفداران حاکم معزول بودن، طرفداران حاکم مظلوم بودن. مثل داستان عرض کنم که همین واقعی که در مملکت ما اتفاق افتاد، کسی آقای خاتمی رو نمیشناخت، اما نفرتی که مردم از این دستگاه اسلامی حاکم و اون ناطق نوری و بدنه اصلی این حکومت اسلامی داشتن، گفتن آقا این ما بریم پشت سر این، بلکه شدن شیعیان خاتمی. این نه از محبتی بود که به خاتمی داشتن، بلکه برای نجات خود. این است که این داستان شیعه وقتی علم شده و اون معدود کسان پیدا شده، چون علی بیکار بوده و در خانه نشسته بوده و در ظلم ها دستی نداشته، البته وقتی به حکومت رسید ایشون نشون داد که اساساً مرد سیاست نیست، جز کشتار کاری نکرد. باری برگردیم سر اصل، اگه شما مطلبی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم دنباله مطلب. خب ببینید، رسیدیم تا اونجایی که به هر حال علی به خلافت میرسه در پایان بعد از مرگ عثمان و بله. به قول شما علی مرد سیاست نیست مطلقاً، کار سیاسی نمیدونه، فقط مرد شمشیره و همینجوره. و در این دوران فکر میکنم که قابل مقایسه نیست شیوه اداری جامعه اسلامی فیلمثل با دوران ابوبکر. درود بر شما. از نوعی پختگی و تجربه سیاسی هم برخوردار بوده است و مؤمن صادقی هم بوده است نسبت به آیین اسلام. درود بر شما. حالا اجازه بدید مطلب مهم است، حالا توضیح میدم که بفرمایید. عرض میکنم که بله، ببینید چهره زندگی مسلمانان به سرعت متغیر شد. یعنی اینا مردمی بودند سخت بیچاره، مدت قریب 10 سال جنگ کرده بودند و بعد که ابوبکر آمده چیزی نبود به اینها بدهند. تصور بفرمایید 10,000 نفر آدم شمشیر به دست در مدینه راه میرن، نه غذاست بخورن، نه کاریس انجام بدن. مثل دوستان افغان ما بعد از که روسا رفتن فقط جنگ بلد بودن دیگه، خودشون به جان خودشون افتادن. این است که ابوبکر فکر کرد که ممکن اصلا کودتا بشه، دست خلافت برخورد بشه، اینها رو به 10 سپاه تقسیم کرده فرستاد. زندگی فقیرانه بوده در روزگار محمد. مثلا ما اصحاب صفه داریم که اینا از بزرگان اسلام شدن، بعدها 400 نفر گرسنه بودن در مسجد می نشستن، مثلا ممکن بود یک تخم مرغ هم در 5 روز به اینا نرسه. اما از روزگار ابوبکر که تجاوزها شروع شد به سرحد ایران و روم و اینها، ثروتها سرازیر شد. در روزگار عمر که به خصوص اونقدر ثروت آمد که میگوین وقتی که مدائن رو غارت کردن و این غنیمت‌های مدائن رو تازه 1/5 رو فرستادن، عمر شروع کرد به گریستن. گفتن امیرالمومنین چرا میگریی، تو باید شادی. گفت نه، این ثروت ها بین ما فساد و نفاق ایجاد خواهد کرد، و خودش کمی سهمی بر نمی داشت. این عمر مرد دانا میدونست اینا چیزای حرام مال مردم است. هیچ یه عرض کنم لباس 40 تکه تنش بود و خیلی سخت زندگی میکرد. گفت این ثروت ها. باری به روزگار علی که رسیدیم اینا صاحبان ثروت شدن، چهره حیات اجتماعی و اقتصادی مسلمانان دگرگونه شده. این علی میخواد اینها رو برگردونه به روزگار اصحاب صفه. اصلا میسر نبود چنین چیزی. یعنی پیشرفت مسلمین رو خواسته های اونها در روزگار خودش کاملا درک نمیکرد. این مرد همون مؤمنی بود که شما فرمودید و شمشیر رو میشناخت. این از که اهل سیاست و کیاست نبود. بارها پسرش حسن میگه پدر تو اهل سیاست نیستی، اهل حرب هم نیستی، یعنی جنرال خوبی هم نیستی. اینا بعد از عثمان که البته در روزگاری که عثمان هست آمده، تمام کسانی که با محمد دشمنی داشتن از بنی امیه مشاغل بزرگ داده. مروان حکم رو که در واقع رسول تردش کرده بوده، مشیر و مشار خودش کرده. کسانی که مست میکردن سر نماز رو اینها آورده، بنی امیه رو برکشیده و ثروتها رو بین تقسیم میکرده. و بعد علی آمده، روزگار بدی آمده علی بسره. حالا اونهایی که میگوین که حق علی رو خوردن، حق علی رو خوردن، آقا حقی از علی نخوردن، حق اون چنانی نداشت. حالا ادعا میکنن خب علی داماد رسول بوده. خیلی خب داماد رسول بوده. آقا این عثمان که 2 بار داماد رسول بود، این که فضیلتی نیست. داماد رسول بوده که فضیلت نیست که پدر جان که. خب عثمان ذوالنورین گفته میشه، یعنی 2 دختر رسول رو پشت سر هم ازدواج کرده.
خب علی یه دختر رسول رو گرفته، بنابراین چیزهایی که میگن حقش بوده، وقتی ما به تاریخ نگاه کنیم و بدون تعصب نگاه کنیم میبینیم اونا آدمای بهتری بودن برای ریاست مسلمین، آدمای پخته‌ای بودن، مورد اعتماد مردم بودن. میگوین که رسول آرزومند این بود که دو نفر مسلمان بشن، یکی ابو جهل بود، ابو الحکم که مرد خیلی بزرگ بوده، بعد در دشمنی پیوزی کرد گفتن ابو جهل، یکم عمر آرزوش بوده که عمر مسلمان بشه، و حمزه مرد بزرگی بوده، عموی دیگر رسول. علی داره سیاست کیاستی نبود، او رو غلام محمد میگفتن. در این عرض میشود که تاریخ طبری میگن وقتی که جنگ خندق در گرفت، آمدن به عمر گفتن این غلامی داره محمد اسمش علیه، این خیلی آدم شمشیرزن چنین و چنانی، یعنی به نام غلام محمد خانه شاگرد میشناختن. اون چنان نبود که ما فکر کنیم در حد عمر بوده ایشون بین مسلمان، در حد ابوبکر بوده، اصلا و مطلقا این حرفا نیست. اینا رو ما شیعیان، همه کار شیعه بر مخترعات و خرافات هست. حالا من براتون میگم، میگن که مثلا در فلسفه دینی چه چیزای خرافی از مثلا شیخ صدوق و از میکنم که شیخ مفید و اینا چه چیزای لاطائلی کلینی چه چیزای نادرستی نوشتن اینا. باری وقتی که مولا علی به حکومت رسیده، جهان اسلام ثروتمند شده بود، یک مردی مثل معاویه در شام بود که بزرگترین سیاستمداران تاریخ عرب به شمار هست. شما به تاریخ‌های درست حسابی که نگاه کنید، کسانی که تعصب در این بارها ندارن میگن که از رجال بزرگ تاریخ این معاویه. عمر در حق او گفته است که آقا من تعجب میکنم با وجود معاویه در شام، اعراب از بزرگی‌های کسرا صحبت میکنن، یعنی خسرو انوشیروان، در حالی که معاویه در بین اینهاست. یعنی مرد به این بزرگی بوده معاویه در کار سیاست، من کار ندارم در کار دین چه میکرده و اینا. علی، حضرت علی میدید که نماز و روزش درسته به اون شوق میداد، آدمای بزرگ و رانده بود، مرد بزرگی مثل طلحه، مثل زبیر، مثل سعد بن ابی وقاص، اینا رجال بزرگ عرب بودن، میتونستن کشور را اداره کنن. ایشون میمد میبینه که نماز و روزش درسته، عثمان حنیف نمیدونم، یک آدمای بی ارزه ای رم سر کار میگذاشت و چون دانایی سیاسی نداشت مرتب شکست میخورد. یک مورد شما خدمتتون میگم، ممکنه بعضی هموطنان بر بخوره، مهم هم نیست، اینا حقایق امور هست. مثلا بعد از سعد بن عباده ما یک رجل دلاور شمشیرزن داریم، یک جنرال بی‌نظیر به نام قیس، قیس بن سعد بن عباده. علی اومده ایشون رو گذاشته در مصر حاکم بوده، و این قیس واقعا از دوستداران علی بود و از هوشمندان و داهیان عرب بود. به معاویه پیغام میده، ای معاویه من میام به تنهایی تو را بسنده کنم، یه همچین چیزی آورده طبری، یعنی من به تنهایی میام و تو را بر میدارم و احتیاجی به لشکر علی هم ندارم. معاویه از قیس دچار وحشت میشه، چون میدونست کارایی های مرد تا چه حدیست، میامده سر منبر از قیس تعریف میکرد، آقا ما هیچ رفیقی مثل این قیس نداریم، هر روز برای ما عسل میفرسته، طلا میفرسته. اینا جاسوس های علی آمدن گفتن آقا این معاویه باورش شده، قیس رو عوض کرده. ببینید این تا این حد این بیچاره مولای ما نادان بوده در کار سیاسی که جاسوسا گفتن آقا این معاویه میاد تعریف میکنه میگه این برای ما باورش شد. برداشته آدم بی ارزه مثل محمد بن ابوبکر اهل عرض کنم که فسق و فجور بوده و هیچ ارزشی جنگی نداشته، گذاشته در مصر حاکم که امر عاص گرفته اون رو تو شکم الاغ کرده آتش زده. اینا مقصود این که ایشان دانایی نداشت، اگر ایشان به حکومت میرسید شر و خونریزی همون ابتدای حکومت اسلام شروع میشد، شاید ما ایرانی هم نجات پیدا میکردیم. اما مقصودی که این مرد بزرگ هیچ گونه دانایی سیاسی و کیاستی در این کار نداشت، مرد مؤمنی بوده و باور کرده بود همه چیزهای اسلام رو و پیروی از اون داستانها میکرد، در حالی که تصمیماتی که عمر میگرفته همه اولویت های سیاسی بوده. ابوبکر سیاست مدار خیلی خیلی جالبی بوده، به خصوص عمر فاروق، این مرد بزرگترین شخصیت اسلام بوده. حالا شیعه لعنت میکنه، بگذاریم. وقتی که حضرت علی آمده، اولین کاری که خواسته است این مرد انجام بده برداشتن معاویه بوده که تمام شیوخ عرب، بسیاری از اصحاب رسول اینها در خدمتش بودن، در خدمت علی هم بودن. اما این مرد بود سیاست مدار، اهل حرب بود. یک جا میگوید که من از حرب نترسانید که من پسر حربم، چون اسم پدر بزرگش حرب بوده. باری آمده و شکست خورده، با نادانی هایی که در میدان جنگ کرده شکست خورده، و بعد اون موضوع عرض کنم قرآن بر سر نیزه و اینها
و داستان حکمیت که این داستان ها دراز است و من نمیخوام باعث ملل هموطنان بشم. عمر ابن عاص از این سو کلاه میذاره باز به سر ابو موسی که حالا که ما حکم شدیم این دو نفر باعث شر هستن، ما هم علی رو باعثی برداریم هم معاویه رو. بعد از 9 ماهی نمیدونم 8 ماهی که با هم صحبت میکردن مرتب این عمر ابن عاص خدمت میکرده و حسابی عرض میکنم که فریب میده این ابو موسی که از یاران رسول هست، آدم بزرگی است در عرض میکنم اسلام و علی البته بهش اعتمادی نداشت. آمدن و گفته است خیلی خوب، بعد علی ابن عباس رو با 400 سوار میفرسته، معاویه آدم ها میفرسته که بیان این وکلا ببینن چه تصمیمی گرفتن و میگه ای شیخ تو مرد بزرگی تو اول برو. و این ابن داستانی که خیلی خیلی داستان مشهوری است در اسلام و این آمده ابو موسی و علی رو حل کرده و بعد عمرو ابن عاص گفته است ایها الناس دیدید که وکیل علی رو حل کرد و من در واقع تمدید میکنم حکومت معاویه رو و حکومت از دست علی بیرون آمده. و در واقع دنیای اسلام دو قسمت شده، یک کتابی هست به نام الغارات یعنی غارت ها که معاویه چگونه یکی یکی شهرهایی که زیر سیطره حکومت حضرت علی بودن ازش میگرفت و چیزی نمونده بود که بگیرن اساسا علی رو، که در سال 40 هست که خوارج به وجود میان. این خوارج گروه جالبی بودن آقای فروزنده، به ما گفته بودن که اینها نمیدونن کلهشون کله سگ بوده و نمیدونن از اینجور داستانها در باب همین عبدالرحمن ابن ملجم که مرد بسیار رشیدی بود، موهای بلند، بسیار مرد خوش‌سیمایی بود. اینها در واقع در باب اسلام بسیار سعی سرد داشتن و بسیار مسلمین بسیار مؤمنی بودن و حزبی که به وجود آوردن اینها بران بوی نو سوسیالیست بودن. این خبارش این چیزها رو هرگز به ما نمیگفتن. مثلا اینها میگفتن آقا یک غلام یک برده میتواند خلیفه مسلمین بشه اگر لیاقت داشته باشه، اصلا چنین چیزی دیده نشده. و اگر یک زن عرض شود که لیاقت داشته باشه اون زن میتواند خلیفه مسلمین بشه. اینها خوارج عقاید خیلی جالبی داشتن، زنها هم در کنار اینها جنگ میکردن با اینها. این است که یکی از اینها که البته ستم بودن از خوارج، اینها بر سر موضوع نهروان که این هم داستان بسیار بسیار شگفت‌انگیزی است که سپاهیان علی این عده که جدا شدن گفتن حکم خداست، جمع شده بودن در یک محلی به نام نهروان و علی دوباره لشکر کشیده که بره حکومت رو باز بگیره از معاویه. میگن آقا اینا جمع شدن ریخته سر اینا، این 2000-3000 نفر مسلمین رو کشته اونجا که چند نفری فرار کردن. یکیش همین عبدالرحمن ابن ملجم بوده با 2 نفری دیگه در مسجد کوفه نشستن. گفتن مایه شر در جهان علی معاویه و عمرو عاص هست و تصمیم گرفتن اینا رو بکشن. اون دوتا موفق نشدن، این یکی موفق شد. و یکی از دروغ‌های چیعه هم که ما باز برخورد می‌کنیم اینجاست که همواره گفته میشه در 21 ماه رمضان در 19 که حضرت علی سر سجده بود. مطلقاً و ابداً چنین چیزی نیست، حضرت علی سر سجده نبود، هیچ تاریخی این رو گزارش نمیکنه. علی میخواست وارد مسجد بشه، سرش که دولا کرد این عبدالرحمن ابن ملجم با شمشیر به فرقش زد. در واقع شما با مسلمی صحبت کنی کشته محراب عمر بوده آقای فروزنده، کسی که هنگام نماز کشته شد عمر بوده نه علی. ببینید اینها یه حقایقی است که مسلمی رو عصبانی کرده. آقا چرا دروغ میگید؟ میگوید که علی سر نماز بود، علی داشت وارد مسجد شلاقش هم دستش بود، میگفت صلات صلات تکون میداد، میگفت پاشیم برای نماز، سرش آبر کما اینکه شمشیر اون یکی دوست عبدالرحمن گرفت به دیوار یا به چارچوب در، اینطوری که تاریخ نویسا گفتن. اینه که علی سر نماز کشته نشد دوستان، یک ضربت در در مسجد خورد و بعدشون فوت کردن. و اون کسی که در محراب کشته شده و سر نماز بوده عمر بوده. اینها دروغ‌های عجیب غریبی است که از گفتم که شیعیان گفتن. حالا شما اگر سوالی هست بفرمایید تا من مطلب ادامه. بله سوال من بسیار ساده است. من تا این لحظه از صحبت‌های شما هیچ عنصر ایرانی در جریان شکل‌گیری مذهب تشیع اصلا نمی‌بینم. بله کاملا به دور است از این ماجرا و داره اتفاق می‌افته و فارغ از ایران و ایرانی داره جنگ قدرت خودش رو درگیر هست. این که اشاره کردید این قلب تاریخی که در تشیع شده
و با این اصرار شده و اوج این اگر اشتباه نکنم وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنید اوج این تقلب ها و یا اوج این قلب واقعیت کردن ها برمیگرده به دوران صفویه. من نمیخوام برگردم به دوران صفویه، نمیخوام برگردم، خیلی زوده، مثل این که قبل از اینکه برسیم به بله خیلی زوده، ولی نکته ای که میخوام بگم این است که اگر زود نیست به من بفرمایید از کی عنصر ایرانیت وارد مذهب تشیع میشه و چرا وارد میشه؟ بله بله خدمتتون عرض میکنم. خیلی بسیار جان، ببینید هر شبی که ایرانیان مردم شکست خورده بودند به وطنشون علاقمند و اینها ما ایرانی ها در روزگاران سخت تکیه بر دین نکردیم، تکیه بر ایرانیت کردیم، کما اینکه امروز هم تکیه بر ایرانیت خود میکنیم. باری ببینید یک ایرانی اونجا بوده، سلمان فارسی، این طرفدار علی بوده. حالا دلیل هم داره به چند، یکی اون که اون کسی که گفت زمین را از دست کشاورزان ایرانی نگیری وقتی عراق حمله کردن، اتفاقا چند شب پیش اشاره کردم در مورد تقسیم زمین ها شد که دست کفار هست مسلمون شن، علی به عمر توصیه میکنه که آقا زمین ها را از دست کشاورزان ایرانی نگیرید چون این عربا خراب میکنه، کشاورزی بلد نیستن. حرفش درست بوده. یکی در باب نوروز از اینا مطالبی است که محبت ایرانی رو نسبت به علی تا اینجا حالا اون چیزی که ایرانی ها میشنیدن که بله نوروز بوده و شیرینی بردن ایرانی ها خدمت ایشون، خورد و گفت کاش هر روز ما نوروز بود، کاش هر روز ما نوروز بود و قضایای از این دست در باب عرض شود که علی میگن. و در موضوع هرمزان، در موضوع هرمزان که در واقع سپهسالار اهواز بود و بعد خودش رو معرفی کرد و به اسارت زندگی میکرد، آمدن و گفتن این هرمزان بوده که توطئه کرده و ابو لولو عمر رو کشته و پسر عمر ابن خطاب عبید الله ابن عبر هرمزان رو میکشه. هرمزان سپهسالار، علی مصر میشود به عثمان که بایستی قصاص بشه، بایستی پسر عمر به خاطر خون هرمزان قصاص بشه. اینا رو ایرانی ها میشنیدن، ایرانی ها میشن، به خصوص تعداد زیاد ایرانی اسیر هم در کوفه و بصره و مدینه و اینا بودن، تعداد حیرت انگیزی. عرض کردم این مدینه که ما میگویم منوره، من نمیدونم نورش به چه چیزیست، اما این رو میدانم که بزرگترین مرکز برده فروشی بوده در روزگار خودش، یعنی مردمان آزاد رو فقط به جرم اینکه مسلمان میگرفتن میبردن یا میفروختن پولش رو میگرفتن. در موضوع جنگی که یزید کرده و آدم فرستاده که مدینه رو خراب بکنن، میگوید که این سردار عرب که اومد 3500 تن از موالی سر گردن زد و 1200 نفر نمیدونم از انصار. مقصود این که اینها هم اونجا بودن، مردمان اسیری که دوست نداشتن حکومت عمر رو، دوست نداشتن اون آدمایی که داشتن اسلام رو گسترش میدادن و مملکت ها رو میگرفتن و اینها. علی بیکار بوده بیچاره، در عرض کنم که دراز مدتی بیکار بوده و بعد هم که عرض بعد به حکومت میاد، رفته رفته این داستان شیعه بیشتر جان میگیره. وقتی وقت ما رسید به شما نشون خواهم داد که خاندان نوبختی به خصوص در این تئوری امام زمان، این خاندان نوبختی که مردمان بسیار دانشمند و متنفذی بودن، چه کارها کردن که به نوبه خود بهش اشاره خواهیم کرد. و بعد روزگار صفوی داستان دیگری است. تو ما برسیم به روزگار صفوی هنوز خیلی زوده و خیلی 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 فاصله داره. بله اجازه بفرمایید آقای مشیری، برای اینکه رشته کلام درست اون تسلسل خودشو حفظ بکنه، اگر به اواخر دوران علی ابن ابی طالب برسیم، دوران پسر اول او امام حسن یک دوران خاصی است و بعد قدرت خواهی و در واقع احقاق حق طلبی، احقاق قدرت طلبی امام حسین، اون یکی از شاخصه های مهمی است که در اونجا روی ایرانیت اثر میذاره. و بعد به دوران امام جعفر صادق میرسیم، در واقع سه شاخه مذهب تشیع، شیعه پنج امامی، هفت امامی و دوازده امامی. من فکر میکنم اینا رو تا توضیح ندیم و جلو نریم، بله، قضیه بله، ناقص جلو میره. درسته؟ بله بله. اجازه بده عرض کنم خدمت شما که این چیزایی که من عرض میکنم تاریخ هاست. حالا برمیگردیم سر انشابات شیعه و اینها که جای خودشون داره. اینا تاریخ هاست که لازم ما بدانیم چه بوده. بنابراین در روزگار
4 سال و اندی، بعضی گفتن 5 سال، بعضی گفتن 3 سال که البته بیشتر از 3 سال بوده، حکومت علی یک سره خونریزی بوده و یک سره آشوب بوده و جنگ داخلی بوده. و بسیار غریب است که چرا ایرانیان در این روزگار ضعف عرب یک سرداری پیدا نشد که در واقع اینها رو از ایران بیرون کنه، که اینها رو مطلب دیگری است. و بعد از ایشون که ایشون رو کشتن، و من میخوام به شما عرض کنم که این مطالبی که به ما میگوین همه متعصبانه، واقعا همه غرض آلوده، چون در روزگاری که علی شمشیر خورده در چیز هست میگوید که این رو اذیت نکنید و یک شمشیر به من زده یک ضربت بزنید. خیلی خوب، بعد که ایشون فوت شده این حضرت امام حسن مجتبی آمده زبان اینو بریده، پاهاش انگشتاش بریده، قطع قطعه کرده، بعدم لایه نمیدونم گونی نمیدونم لحاب پیشیده و آتش زده. یعنی مقصود این که این تیکش به ما میگن که علی فرمود که به اسیر کن مدارا، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چه اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اما اینطور نبوده، امام حسن این کار نکرده، آمده زبان اینه بریده، گوش و دماغش بریده، یک داستان عجیب. حالا از این بگذاریم، بعد میرسیم به روزگاری که مسلمین آمدن و بیعت کردن با حضرت امام حسن که تو پسر علی هستی و ما آماده هستیم که در رکاب تو جنگ کنیم و معاویه رو سرنگون کنیم. ایشون هم لشکر کشیده، قیسی رو فرمانده سپاه کرده، آمده در مدائن، در قصر سفید مدائن که هنوز بر جای بوده چیز کرده، یک نامه نوشته به معاویه. معاویه میگه چه چیز میخواهی از من؟ میگوید که من این چند چیز رو از شما میخوام. یک، این که به پدرم لعنت نکنی، به جهت اینکه در کوران جنگ صفین علی به معاویه و عمرو عاص و یکی دو تن دیگه لعنت میکرد شبای جمعه، معاویه هم به علی و عرض کنم مالک اشتر و ابن عباس اینها لعنت میکرد و ابو تراب به او میگفتن، که ابو تراب لقبی است که محمد به او گفته بود. یک روز آمده است و میبینه علی نیست، زیر درخت خوابیده پر خاکه، میگوید بیا اینجا ای ابو تراب، و این رو مایه ننگ میدانستن معاویه و اینا، بهم گفتن ابو تراب. لعنت به ابو تراب، اون چنان سنت و رسم شده بود که وقتی که عرض شود که عمر ابن عبدالعزیز آمده و گفته است آقا علی رو لعنت نکنین، ادیاق مسلمان گفته آقا نماز بدون لعنت به ابو تراب در درگاه خدا مورد قبول واقع نمیشه. یعنی اون چنین سنت شده بود. باری عرض کنم که آمدن و نامه نوشته، میگوید من سه چیز از تو طلب میکنم، یکی اون که به پدرم لعنت نکنی، دو اون که در خزائن مدینه هست که شش هزار بار هزار درم، تبری میگوید یعنی 6 میلیون درم سکه نقره، اینا رو به من بدی، چیزی از من نخوای. و سه دیگر اون که مالیات شهر دارابگرد، شهر داراب یا دارابگرد شیراز رو به من بدی، یعنی درآمد من این باشه که مالیات هایی که از این شهر به من بدن. ما یه نامه نوشته که من اون دو مورد رو به شما میدم، اما به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، این رو من فقط امشب جمعه که شما در مدائن هستین به حاکم دستور دادن، امشب استثنان به پدرت لعنت نکنن، اما به پدرت تو من باید لعنت کنم. اینو پذیرفته، اینو حضرت امام حسن پذیرفته، پا شده. البته در این ماجرا یک کسی که میگن همون مختار معروف بود، مختار ابو عبیده ثقفی، با یک آلت آهنی یا چوبی زده پای این رو شکسته و بهش گفته یا مذل العرب، ای خار کننده عرب، و بعد سردارش هم رفته ازش جدا شده، پاشن از بیش معاویه. حسین رو هم برده، حسین امضا نکرده البته، و امضا کرده و پول رو گرفته و رفته. ببینید ما نمیتوانیم هم برای امام حسین گریه کنیم هم برای حسن. آقا یکی از این دوتا اشتباه کرده دیگه. اگر ما حسین رو ستایش میکنیم که آمده و اصول خودش رو زیر پا نگذاشته و حاضر شده کشته بشه، که البته هم کار اشتباهی بوده، اینم حق نداشتون بچه ها رو بکشتن بده، اما حاضر نشده با مثلا یزید بیعت کنید، که ما برای امام حسن باید چه اعتباری بذاریم که میگوید به پدرم لعنت بکن ولی پولی به من بده؟ یعنی شما با این آخوندهای شیعه صحبت میکنی، فقط عرض کنم با مقالطه. مثلا یکی از مواردی که هست که بچه های علی کشته شدن در کربلا، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عرض می شود که ابو بکر ابن علی،
به جز عمر ابن علی که در کربلا نبود، اون دو پسر دیگرش بودن، اینها کشته شدن. هرگز نام این شهدا رو نمیبرن در سخنانشون، هرگز نمیبرن که آقا یک شهیدی هم بود به نام ابوبکر ابن علی، چون اسمش ابوبکر بوده. میخوام بگم که سر تا پای این ملایان شیعه جز تعصب و دروغ چیزی نیست. باری بنابراین وقتی که حسن قبول میکنه که به علی لعنت بکنن ولی به او پول بدهن، اینها مسلمانان از دور او پراکنده شدن، یه عده رفتن کنار معاویه، یک عده باقی موندن شیعیان، که حالا من برمیگردم به موضوع شیعیان که اساسا شرایط حکومت رو چگونه میدانن. و بعد از حسن هر شبت که 4 تن با معاویه بیعت نکرده بودن، با یزید در واقع، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی محمد ابن ابی بکر، عرض کنم که یکی حضرت امام حسین، که این 2-3 تن بیعت نکرد. خب معاویه میگوید ای پسر، من برای حکومت تو گردن کشان عرب رو نرم کردم، این عبارت ترجمه طبری است، و تو اینها رو مواظب کن. مواظب میگوید که این عبد پسر ابوبکر، این آدم اهل ملاهیه، این یه پولی بهش بده بره شرابشو بخوره. میگه عبدالله ابن عمر اهل دینه، مزاحم تو نخواهد شد. این حسین 4 نفر، میگه این حسین هم قوم خویش ماست، پسر مواظب این باش، بهش فشار نیار، اما بترس از عبدالله ابن زبیر که مرد بسیار دلاوری بود و تا 72 سالگی یک خلافتی برای خود در مکه داشت. بعد که معاویه درگذشته، عرض کنم که یزید فرستاده، عرض شد که مأمور فرستاده که حسین، حضرت امام حسین در مدینه زندگی میکرد، که شما حسین رو بیار و ازش بیعت بگیر. حسین هم با 40 نفر رفته، طوری که مورخین گفتن، این 40 نفر بیرون استادن، خودش رفته گفته اون بقیه رو بیارین تا من بیعت کنم، و بیرون آمده و در واقع گریخته، از مدینه گریخته به مکه، و در اونجا بوده که این نامه ها رد و بدل شده بین شیعیانی که در کوفه بودن و ایشون و مسلم ابن عقیل که پسر عموش بوده فرستاده اونجا. مسلم میگوید وضع خیلی خوب هست، تشریف بیارید. غافل از اون که بعد از این نامه ابن زیاد رفته اونجا و مسلم رو کشته، این خبرات به امام حسین نرسیده. یه مش بچه های مفلق بیچاره رو یعنی برده تو صحرا به کشتن داده و اینا. مقصود این که ما نمیتوانیم که آقا اگر ارزش ما برای حضرت حسین قائل هستیم، شیعیان به خاطر اینکه دلاوری کرده چه اینو چنان کرده، حالا بگذاریم تا ابد در اسلام نفاق انداخته، اما امام حسن رو دیگه ما نمیتوانیم آقا به همون دلیل، بعد یه دلیل وارونه بایستی بیاریم برای مثلا احترام امام حسن، بزرگ داشت حضرت امام حسن مجتبا، که نخیر مصلحت چنین بود. حالا با آخونده صحبت کنی، بیا آقا نخیر مصلحتشون چه مصلحتی چنین بود، آقا اینا کنن بیدون خودشو بکشتن بده، کمان که زید داد، زید مرد بزرگی بود، زید ابن علی ابن حسین. حالا اینها داستانه خیلی مفصل تاریخی است. اجازه بدید که ما برگردیم سر موضوع، عرض کنم که فلسفه سیاسی این شیعه چی میگن. اینا میگویند که در حالی که زیدیه بر این هستن که حتی ضرورتی نداره که فاضل ترین خلیفه بشه، بهش میگن حاکمیت مفضول بر فاضل، یعنی میتونه مراتب علمی و فضل این بر پایین باشه و آدم های فاضلی هم باشن، اما این شخص بتونه حاکم بشه، کار سیاسی بهتری بتونه انجام بده. اینا زیدیه گفتن، که اینم یک داستان بسیار بسیار شگفت‌انگیزی است، داستان زید ابن علی ابن حسین. علی ابن حسین یعنی امام چهارم، حضرت زین العابدین، که اسمش علی اصغر بود. دیگه از دروغ‌های این شیعیان هم این است که علی اصغر تیر خورد به گلوش، نه، این علی اصغر داشت حسین و علی اکبر، علی اکبر رو کشتن. علی اصغر دوست یزید شد، همین حضرت، عرض کنم که امام چهارم ما، حضرت زین العابدین، این علی اصغره. و در ماجرایی که در مدینه رو قفل کردن و غارت کردن، این حضرت اون سردار یزید آورد کنار خودش، گفت یزید گفت من با تو مهربانی کنم، پول فراوانی هم یزید به این حضرت میداد، خیلی هم زندگی خوبی داشت، عمر طولانی هم کرد، یک بار هم گزارش نشد که برای حسین سینه زنی کرده باشه و اینها. زید پسر او بود و یحیی بن زید ابن علی ابن حسین، که اون هم در خراسان قیام کرد، اینا مردمان دلاوری بودن. منتها تعداد آدمایی که شیعیان را قبول داشتن همواره اندک بودن و دیگر اینکه میترسید. باری میگوید که
بله، برای حکومت جهان امکان ندارد که حضرت رسول فکرش نکرده باشه. حالا شما رو ببینید دروغ ساختگی رو ببین از کجا آورده. بنابراین ما با تکیه بر نسل جدید و نسل خفی میگوییم که حضرت رسول پیش از این که فوت بکنن علی رو به جانشین انتخاب کرد. هیچ دلیلی هم در کار نیست. نسل جدیش همین حدیث قدیر خم هست، نسل خفیش هم میگوید که به اصحاب آرام آرام حضرت میفرمودن و فاش نشد. بنابراین نسل جلی و نسل خفی پایه های تئوری حکومت خاندان علی بن ابی طالب توسط شیعیان که اینا هیچ کدام هیچ دلیلی برای این کار نیست. آقا اینا این همه مسلمین در اون سفر دچار فراموشی که نشده بودن که همه یادشون بره که هیچ کس چنین چیزی رو گزارش نکرد که آقا قدیر خمی بود و محمد آمد و گفت علی جانشین من. اصلا چنین چیزی نبود. اینقدر ایشون محتاط بود و به لحاظ سیاسی دانا بود هرگز این کار رو نمی کرد. کما این که در بستر مرگ و بستر بیماری که بود به عایشه می گوید به ابوبکر بگویید پیش نماز باشد. عایشه می گوید پدرم آدم نازک دلیه، شما نباشین گریش می گیره. می گه دختر اذیتم نکن. سه بار اصرار می کنه که ابوبکر رو بگین پیش نماز باشه. بنابراین نظرش به ابوبکر بوده. اهل تسنن درست میگن، تاریخاشون درسته، بگذاریم حالا آدم متعصب توشون هست اینا بماند، اما بلاز تاریخی صحیحه. آقا این ابوبکر ایستاده و پیشنمازی کرده، یک بارم حالش بد نبوده، پیغمبر آمده در کنار ابوبکر ایستاده و پیشنمازی کرد. چون این چیزی رو در باب علی نگفته. آقا در قرآن 17 آیه در اسمت عایشه نازل کرده حضرت، 17 آیه، یه نصف آیه در حق علی. آقا میباستی میگفتی که ما اینقدر ادعا داریم شیعیان، آقا یه نصف آیه میگه آقا این علی خلیفه باشه یا این علی بعد از من فلان باشه. اصلا همچی چیزی نیست، مطلقا و ابدا چنین چیزی نیست. من عرض کردم بارها که ما به سبب در واقع فرهنگ شیعه که در مملکت ماست و برای سیانت از ایران بارها مؤثر بوده و جزء عرض کردم در برنامه با شما که این جزء هویت ملی ما شده، اما وقتی به لحاظ ارزش تاریخ نگاه میکنیم یعنی مولا علی ما به اندازه عمرو بن عاص داره ارزش نیست، یعنی ارزش تاریخی نداره این مرد، به اندازه خالد بن ولید که مطلقاً در اون حد نبوده. این مرد ظاهری بوده در کنار دست رسول، یه عده زیادی هم دشمن داشته، قلیلی هم او رو دوست می‌داشتن و ایرانی هم گرایش پیدا کردن و دلایلش رو عرض میکنم. ولی میگوید که خیلی خوب، نسل جلی پس بر نسل خفی، و بعد میگوید که حضرت رسول حالا برای اینها هیچ کدام هیچ ادعایی ندارن، هیچ دلیلی ندارن، هیچ شاهد عینی نیست. جعفر ابیض و جعفر احمر، حالا تو رو خدا ببینید داستان دروغا رو ببینید، جعفر پوست بزغاله رو، جعفر احمر یعنی پوست قرمز رو که در شمشیر رسول بوده داده، یعنی به من خبر، و در جعفر ابیض یعنی پوست سفید بوده زبور داوود و تورات موسی و انجیل عیسی و عرض کنم مصحف فاطمه و اینا بوده، یک کتاب دیگری هم بوده الجامع که این رو 70 متر در 80 متر مثلا عرض کنم که کلینی میگوید طول عرضش بوده، که حالا باز که آقا در پوست بره چگونه جا میگرفت این 70 متر در 80 متر این سخنه که میگویی، که تمام علوم جهان و اون که مورد نیاز مسلمانان بوده داده به علی. خیلی خوب، و گفته آقا بعد از من شما حاکم هستی و علی هم در هنگام مردن قد این پوسا رو این جعفر ابیض فلان داده به حسن و همینطور ادامه داره. در خانواده معصومین، اینها معصومین هستن، حکومت لایق هیچ کسی نیست به جز اینها، و یکی یکی که سرنوشتاشون رو خواهیم گفت که سر این ائمه چه آمد تا میرسه به امام حسن عسکری. امام حسن عسکری عرض کنم که پسر نداشته، در واقع پسر نداشته، حتی وقتی ایشون فوت شده چند تا کنیز داشته، شایع کردن یکیش آبستنه. اون خلیفه عباسی دستور داد این کنیزا رو آوردن، دو سال با ماماهای متخصص نگه داشتن، اینا بچه نبود. بنابراین یک دروغ غریب و عجیب هم اختراع کردن که بله ایشون یه پسری داشته و به غیبت صغرا رفته و بعد چهار غیبت از سال 329 غیبت کبرا، از اینجور حرف ها که میدونید شما. مقصود این که اینجور گرایش ها و اینجور اختراعات
و بعد موضوع عرض کنم که متعه به عنوان مثال یکی از موارد نفرت در واقع مسلمین اهل تسنن به شیعیان این داستان متعه است که این رو یک هرزگی عجیب میدانن. متعه یعنی شما به مدت المعلوم و مغلب المعلوم اجاره کنید، یه زنی رو اجاره کنید، از این یک توهین نیست به نه تنها به زن، به انسانیت یک توهین نیست. آقا این چه داستانی که بله شیعه آزاد بوده. حالا به شما عرض میکنم یک بار بنده میرفتم مسافرت، کنار دستم یک کسی از اهل دبی بود، سنی بود، از من پرسید، گفتم ایرانی هستم شیعه. یک مرتبه گفت خیلی دلم میخواد برم ایران یه دختری متعه کنم. خب آدم بر میخوره دیگه. ما گفتیم آقا هیچی نگفت. دو سه بار تکرار گفتم ببین آدم نادان، اگر یک امری در یک جامعه حرام نباشه به لحاظ سنت و شرع عملش ارزشگار نشه، این دلیل نیست که مردم دارن دختر همدیگر سیغه میکنن. اینا رو کی به تو گفته؟ میدونید یه خوردم به ما برخورد دیگه. به هر صورت متعه یکی از موارد خیلی خیلی شدیدی که عرض تسنن علیه سیدن متعه است. یکی عرض کنم این اشهدان علیان ولی الله است در نماز. یک مورد دیگهش غنیمت آقا خمسه. خمس این خمس خیلی چیز کثیفی است. خمس یعنی یک پنجم مالش رو 20% رو کسی به یه آخون بخوره. آقا اساسا در کار بازرگانی هر کس باشه میداند که در آمریکا شما بهترین کسب و کار رو داشته باشید gross profit یعنی قبل از این خرجا رو برداری بیشتر از 30% میسر نیست. شما انقدر پول به دست نمیاری که 20%ش به آخون بدی. غنی در واقع خمس برای غنایم جنگی است. اگر که یک کسی گنجی پیدا کنه مال بادآور و مطالب دیگر. شما اگه امری دارید بفرمایید که من زیاد حرف نزده باشم. والا من فقط به زمان توجه دارم. من فکر میکنم که شما یه خورده با سرعت جلو رفتید. بله. یعنی من فکر میکنم که ما اون مسئله امام جعفر صادق یک مسئله بسیار اساسی است، یعنی نقطه عطف بسیار اساسی است در تاریخ تشیع، باید به اون بپردازیم و با اجزای بیشتری بپردازیم. با آخر کار رو بنده خواستم یه تصویر عمومی بدم که چه بود که بعد میتوانیم قدم به قدم اینا رو عرض کنم که بحث کنیم در باب اینا که این توسعه تشیع چگونه بود، بین ایرانیان چگونه بود. عرض کنم که توابین چه کسانی بودن. آقای مشیری با این ضرب و آهنگی که ما داریم جلو میریم که من هیچ شکایتی نه تنها از اون ندارم بلکه خوشحالم، به خاطر اینکه نگاه شما رو به تاریخ تشیع منعکس میکنیم برای بینندگانمون و من مطمئنم عده زیادی هم هواخواه شنیدن این مطالب و این نوع تحلیل هستن. اما کار ما در حالی که وقت ما داره نزدیک به اتمام میرسه، کارمون هنوز به گردنه اسدآباد هم نرسیده در این ماجرا. چه کار بکنیم؟ کی میتونیم برنامه بعدی رو در خدمتتون داشته باشیم؟ یه جوری هم باید این کار رو انجام بدیم که فاصله زمانی خیلی طولانی بین این قسمت‌ها نیفته، برای اینکه بعد فراموش میشه، رجوع بهش یه خورده دشوارتر هست. این رو اول روشن بکنیم. آقای فروزنده این داستان تشیع چیزی نیست که فراموش بشه. قربونتون برم. نه نه این فاصله این بحث ما اگر طولانی باشه پیوندش خورده سخت‌تر میشه برای بینندگان. شما فکر میکنید که چجوری مسئله رو حل بکنیم؟ میخواید بعداً با هم صحبت بکنیم؟ بعداً با هم صحبت کنیم بهتره. اما گمان میکنم این قضایای تاریخی بسیار بسیار اساسی مطالبی است که هموطنان ما بهش توجه دارن، به خصوص که امروز ما یک حاکمیتی بر مملکت ما هست که تمام این به این دروغ ها مشروعیت الهی داده و یک آدمی پیدا شده و این خودش رو ولی فقیه نامیده و این رو میگوید از فرهنگ تشیع گرفته و در واقع منشأ قدرتش رو آسمان ها میداند و همین داستان های دروغی. خیلی یعنی ولی دروغ ایشون. بله بله دیگه. بله بله از اساس کارشون بر دروغه تا چه رسد به حاکمیتشون بر ملت ایران. ببینید آقای مشیری این نکاتی که شما اشاره کردید که حتما بهش میپردازیم، مثلا یکی از موارد اختلاف شیعه و سنی رو مسئله خمس ذکر کردید.
در واقع بله. در یه جامعه‌ای که الان روحانیت به حاکمیت رسیده و همین چیز در اختیارش هست، علاوه بر گرفتن مالیات از مردم و تمام هر چیزی که قوانین مملکت ایجاب میکنه، اینها کماکان چیزی به نام خمس دارن، یعنی یک رشوه‌گیری بی‌معنی، یک نوع در واقع پول نادرست که بله. مردم میگیرن و حساب کتاب هم به کسی پس داده نمیشه. بعد اگر بعد از در پایان بررسی تاریخ تشیع برسیم مثلا این موارد، بتونیم خمس رو باز بکنیم و نگاه بکنیم و در واقع به طور ریشه‌ای با این موارد اختلاف با هم بحث بکنیم، من فکر می‌کنم یک کمکیست که کردیم. عرض می‌کنم که آقای فروزنده گرامی، ببینید این که اشاره کرد، این خمس یک راهی برای رشوه‌گیری و دزدی آخوندهاست. دوست محترمی من دارم که نام نمیبرم، ایشان ساکن کانادا هستن، به من میگفتن آقا من در ایران یک کارخانه دارم، اگر ما ماه به ماه پول نبریم و به اون آخوند اونجا ندهیم نمیتوانیم کار کنیم، کارخانه ما رو میبندن. یعنی راهی رو باز کرده برای دزدی و در واقع پول غیر مشروع. آقا چه کسی میتواند کار بکنه به عرق جبین و کد یمین و 20% مالش رو بده به آخون؟ اصلا مگر میل دزدی بکنه؟ برای دزدی بوده آقا، برای غنیمت بوده. یعنی مال مردم لشکر میفرستین غارت میکنن، غارت کنید آقا یه پنجمش بدیم به ما. تازه محمد هم میگه من این یه پنجمی که من میدن صرف ابناء سبیل میکنم، یعنی آدمای مسافرای بیچاره و اینها، و فقط بین دزدا تقسیم بشه. اینها آمدن و این رو شرعی کردن، خمس میگیرن هنوز از مردم. من تعجب میکنم از کسانی که خب البته مجبورم هستن دیگه، چه میشه بگم. این است که در باب اینا باید بیشتر صحبت کنیم آقای فروز. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بعد از برنامه باهاتون تماس میگیرم و تاریخ بعدی جلسه دومی رو که با هم خواهیم داشت، من فکر نمیکنم این در جلسه دوم هم تمام بشه، ولی بله. این بحث رو تاریخش رو به اطلاع بینندگان خواهم رسوند. از اینکه امروز این وقت رو به من دادید از شما بسیار سپاسگزارم. از شما سپاسگزارم، از بینندگان گرامی، هموطنان عزیزم، همزبانان هر جا که هستن سپاسگزاری میکنم و خداحافظی. مرمت شما زیاد، وقت شما بخیر. بینندگان عزیز هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار مردم آگاه به کامشون باد.